خوبه اینجا ابتدا ببینیم که بنیادگراها در کشوری که خودشون بر اون حکومت میکنند چه فجایعی علیه زنان شکل دادند. واقعیت اینه که مردم دنیا تا به حال تنها از بخش ناچیزی از تراژدی عظیمی که بر زنان میهن من گذشته مطلع شدند و خبر دارند. میدونید که ویژگی بنیادگرای حاکم ایران و چه ممیزش و چه بسیار برجسته و آشکار اون زن ستیزیه. این ویژگی رو هیچ کس مثل زنان ایران با تمام سلول های خودش حس نمی کنه. حاکمیت ملاها مثل آوار عظیمی بر تمام حقوق، آزادی ها، فرهنگ، خانواده و زندگی خصوصی زنان فرود اومده. اعدام هزاران زن مخالف رقمی است که در تمام جهان بی سابقه است. شکنجه ده ها هزار زن در زندان های سیاسی رژیم، تیرباران زنان باردار، شکنجه مادران 70-80 ساله در برابر فرزندانشون، تنزل دادن موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان به شهروندان درجه دو، حاکم کردن یک آپارتاید جنسی، کنترل رفت آمد زنان حتی در خیابون ها، تحمیل پوشش اجباری به زنان، حتی کنترل نوع و رنگ لباس ها، تیغ کشیدن به سر و صورت و پاشیدن اسید به سر و صورت زنان به خاطر نوع پوشش و آرایش اونا، تعدی سیستماتیک به زنان در زندان ها و همچنین سلب حق طلاق و حق حضانت فرزندان از زنان، رواج اشکال منحطی مانند چند همسری و ازدواج موقت که شرع ننگین ملاها انواع توجیهات رو برای اون بافته، اعمال مجازات های قرون وسطایی و زجرآور نظیر سنگسار که قربانیان اون عمدتاً زنان هستند، بی‌عدالتی و تبعیض در مشارکت اقتصادی و اشتغال و تحصیل، و از همه دردناکتر به فروش رساندن دخترکان خردسال که خانواده هاشون از سر فقر و تیره روزی به اون دست میزنند و قاچاق اونها به کشورهای خارج به وسیله باندهای جنایتکار رژیم آخوندی، اون هم در کشوری به ثروتمندی ایران. فروش حتی اعضای بدن دختران معصوم باز هم از فرط تهیدستی و گرسنگی، و هزاران هزار بلای خانمانسوز دیگر. اینها بخشی از تراژدی زنان ایران تحت حاکمیت بنیادگرا هست. باید تاکید کنم اینها تازه در شرایطیه که جنبشی به ابعاد جنبش مقاومت ایران وجود داره که 27 ساله جلوی وحشیگری این بنیادگراها رو در حد توان خودش سد کرده و با این رژیم مبارزه کرده. در نظر بگیرید که اگر چنین مقاومتی با این ابعاد نبود، اون وقت تصور کنید که بنیادگراهای حاکم بر ایران با زنان و جوانان و با مردم ایران چه می کردند. دوستان عزیز، مبارزه برای که 28 سال ادامه داره
امری است که به جنبش برابری در تمام جهان مربوطه. و باز این سوال رو پیش روی ما قرار میده که آیا جنبش برابری اونچه رو که ضروری بوده و هست در مبارزه با بنیادگرایی انجام داده؟ آیا مسئولیت پیشتاز خودش رو بر عهده گرفته؟ نظر شما چیست؟ آیا بر عهده گرفته؟ بنابراین اجازه بدید در همینجا به خواهرانم در سراسر ایران بگم که هرچند درد نابرابری و تحقیر و اهانت همه وجود شما رو در هم می فشره، هرچند که آخوندها حقوق و آزادی‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسیتون رو زیر پا گذاشته و می‌خواند از هویت انسانی شما چیزی باقی نگذارند، اما در شما چنان قدرتی نهفته است که زن ایرانی رو نیروی سرنگون کننده رژیم آخوندی کرده. وقتی در قلب تهران قیام می کنید، وقتی در هر اجتماعی دجالگری اتمی آخوندها رو در هم می کوبید و فریاد می زنید که برنامه هسته‌ای ابزار ولایت فقیه است، و وقتی می گویید آزادی و حداقل معیشت حق مسلم مردم ایران است، حکومت آخوندها را به لرزه در می آورید. خواسته مردم ایران را اراده های شما محقق می کند و این شما اید که آینده ایرانید. دشمنی ها و جنایت های رژیم آخوندی علیه شما به این دلیل است که از شما وحشت دارند. جامعه ایران آکنده از نوخواهی و آتش سوزان برای تغییر است. نیروی فشرده شده تغییر در ایران در شما به عنوان پیشتازان این مبارزه است. شکست قطعی بنیادگرایی از شما ساخته است و این شمایید که آینده ایرانید. و همینجا باید بگم که هزار زن مجاهد در شهر اشرف از میان شما برخواستند. آنها مظاهر مجسم عزم جزم شما برای برابری و برای آزادی اند و اثبات کردند که این شما اید که آینده ایران را رقم میزنید. پس درود بر شما و همه مردان آزادی که شما را در این مبارزه همراهی می کنند.